همراه هستیم با امید فراغت، خبرنگار و فعال رسانه از تهران. آقای فراغت سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای فراغت، با توجه به چالش هایی که خبرنگاران در کشورهای مختلف در زمینه دسترسی به اطلاعات با آن مواجه هستند، به نظر شما جامعه بین المللی چه اقداماتی میتونه برای حمایت مؤثرتر از خبرنگاران و حفظ آزادی بیان در این کشورها انجام دهد؟ بفرمایید. درود و ادب و احترام. من ابتدا میخوام که این پرسش رو بپرسم که چرا حکومت‌ها با گردش آزاد اطلاعات و دانایی مشکل دارن؟ از چه میترسن؟ من احساس میکنم وجود دانایی چون توانایی میاره، حکومت‌های ایدئولوژیک و بسته نگران از دست دادن قدرتشون هستن. ما باید بپذیریم تمام دنیا میدونه که فهم بیشتر سهم بیشتر میاره و برای همینه که میگن توی جوامع کشورهای جهان سوم دانایی جرم هست. امیدوارم این کاری که آقای ایلان ماسک داره انجام میده با ماهواره اینترنت استارلینگ، اینترنت ماهواره‌ای، فضایی بشه که دیگه حکومت‌ها نتوانند سانسور ایجاد کنند. گردش آزاد اطلاعات حق همه بشر، بشر باید بداند و این دانایی به اون بشر کمک میکنه که زندگی بهتری داشته باشه. توی جوامع ایدئولوژیک و بسته نگران هستن که مردم خیلی از حق و حقوق شهروندیشون رو بدونن. خب این دانستن حق و حقوق شهروندی اعتراضات مکرر به وجود میاره. بعد برای منی که به عنوان یه خبرنگار در جمهوری اسلامی در ایران دارم کار میکنم، به اتهام تبلیغ علیه نظام 6 ماه به هم حکم زندان بدن، این نشون میده که سانسور وجود داره و بعضی از حکومت‌ها و حکمرانان نگران دانایی جامعه هستند، در صورتی که خبرنگار وظیفه داره مشکلات رو به مسئولان برسونه. من احساس می‌کنم ترس مسئولان از دست دادن قدرت باعث شده که نخوان مردم کامل موضوعات رو بدونن و راهش هم برای پیشگیری اینه که این اتفاق اینترنت ماهواره‌ای اتفاق بیفته و کسی دیگه نتونه دخل و تصرفی داشته باشه. بله، با تشکر از امید فراغت، خبرنگار و فعال رسانه از تهران که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.